بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی عرض سلام دارم. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین و انشاءالله سر حال و شاداب تا اینکه با آمادگی کافی و کامل آماده یادگیری درس جدیدتان باشین که بیولوژی صنف نهم هست و مبحث امروز ما در رابطه با سیستم دوران خون هست. در دو فصل گذشته سیستم هاضمه و سیستم تنفسی برای شما عزیزان تشریح کردیم و حالا میایم به سراغ درس جدید که سیستم دوران خون باشه، یکی از حیاتی ترین و اساسی ترین سیستم های بدن ما که نقش بسیار مهمی در بدن ما داره. همونطور که میفهمین بدن انسان از میلیون ها بلکه میلیارد ها حجره ساخته شده و این تعداد بسیار زیاد از حجرات همگی باید تنفس بکنن، تنفس حجروی انجام بدن که در درس گذشته برای شما گفتیم. تنفس حجروی به این معنا که در یک حجره باید دو چیز برسه تا حجره بتونه تنفس حجروی بکنه و در نتیجه انرژی خودش را که برای تداوم حیاتش نیاز هست به دست بیاره. برای انجام تنفس حجروی همه حجرات باید دو چیز به اونا برسه، هم ماده غذایی برسه که گلوکوز نام داره و هم اکسیژن برسه. گلوکوز و اکسیژن دو چیز هست که باید به تمام حجرات بدن ما، به همین میلیون ها حجره برسه تا اینکه اونا بتونن با انجام عملی سل رسپایریشن یا تنفس حجروی بتونن که انرژی به دست بیارن و او انرژی که انرژی بیولوژیکی هست و اسمش ATP هست که در کلاس های آینده و در صنوف آینده انشاءالله خواهد خوندین، با تولید انرژی که از شکستاندن گلوکوز حاصل میشه در موجودیت اکسیژن بتونن که حیات خود ادامه بدن. خب حالا نقش سیستم دوران خون در اینجا مشخص میشه که سیستم دوران خون در حقیقت به کمک دوران خون، به کمک چرخش خون در کل بدن و در میان انساج و سیستم بسیار پیچیده عروق یا به اصطلاح رگ‌های مختلف خونی که شامل وریدها و شریان‌ها و مویرگ‌ها میشن، اینها در لابلای حجرات و انساج میرن و خون را به تمام حجرات بدن میرسانند. خون چیست که اینال در اوتابش بحث میکنیم؟ خون در حقیقت یک نوع نسج ارتباطی یا کنکتیو تشیو است، از جمله چهار نوع نسج که در حیوانات برای شما معرفی کرده بودیم. نسج ارتباطی دارای انواع مختلفی بود که یک نوع نسج ارتباطی خون هست و حجم در بدن حیوانات خون در حقیقت به شکل مایع هست که برای شما بیشتر روش صحبت خواهد کردیم. در حجم خون در به تناسب سن و وزن و جنس اگه بخوایم حجم خون را در نظر بگیریم، سه مؤلفه اینجا نقش داره، یکی وزن، یکی سن و دیگری جنس. جنس منظور جنس مؤنث و مذکر هست، سن میتونه سن پایین باشه و سنهای بالاتر و وزن هم میتونه وزن کم و وزن زیاد باشه. در افرادی که حالا این رو بررسی کنیم، افرادی که وزن بیشتر دارن حجم خونشان بیشتر هست، افرادی که سن و سال بیشتر دارن حجم خونشان بیشتر هست، یعنی یک انسان بالغ خون بدنش بیشتر از یک طفل هست. و همچنین جنس، در جنس مذکر حجم خون نسبت به جنس مؤنث اندک بیشتر هست که این داره بحث میکنم. حجم خون در زنها 4.5 تا 5.5 هست، مثلا اینجا جنس یا مذکر بگیریم یا مؤنث. در مؤنث میتونه که عرض کنیم بین 4.5 تا 5.5 باشه، از 4.5 الا 5.5 لیتر هست، ولی در مردها از 5 الی 6 لیتر هست. 5 الی 6 لیتر. این تفاوت حجم خون در جنس های مذکر و مؤنث هست که میتونیم که اینا رو در کتاب هم مطالعه بکنیم. به وسیله جریان خون عرض کردیم که وقتی خون حرکت میکنه هم اکسیژن را به بدن میرسانه به تمام انساج و هم گلوکوز را که منحل در پلازما هست. و از طرف دیگه میدونیم که در اثر انجام تنفس حجروی در حجرات کاربون دی اکساید و آب تولید میشه که هر دوتا اینا باید از حجره گرفته شوند. باز این خون هست که وقتی میره اکسیژن و گلوکوز به حجرات میرسانه، از او طرف آب اضافی که در حجره تولید شده و همچنین گاز کاربون دی اکساید را از حجره اخذ میکنه و از حجره اطراح میکنه، خارج میکنه در حقیقت، که در مواد منحله مثلا آبش باز در پلازما میه و گلوکوز کنیم که کاربون دی اکسیدش هم از طریق دوران خون آورده میشه و شش ها و در عملیه بازدم این کاربون دی اکساید از بدن ما خارج میشه. خون مواد غذایی شامل
انواع مواد در خودش هست، مثل نمک ها هست، پروتئین هست، گلوکوز هست و علاوه بر اینها انزایم ها هست، هورمون ها هست و مواد اضافی که گفتیم در خود حجرات ساخته شده و باید طرح شوند. شامل این مواد میتونه یک خون باشه. خب بحث دیگه ای که خون در حقیقت از دو جزء اصلی ساخته شده. دقت بکنید شاگرد عزیز، خون شامل دو بخش اصلی است، یک بخش مایع داره و یک بخش جامد. بخش مایع خون 55% هست. 55% کل خون بخش مایعش هست که اصطلاحا این مایع را پلازما میگنش. پلازمای خون یا بخش مایع خون. و بخش جامد خون خودش شامل 3 بخش دیگه میشه که این بخش در حقیقت 45% باقی مانده را تشکیل میده. بخش جامد خون شامل کرویات سرخ، کرویات سفید و صفحات دمویه یا به اصطلاح پلاتیلتس یا ترومبوسایت هست. حالا نامه علمیش هم هست، کرویات سرخ اریتروسایت میگیم، کرویات سفید را لیکوسایت و کرویات صفحات دمویه را در حقیقت ترومبوسایت میگیم. اینها اجزای خون هست که برای شما عرض کردیم. اما در ادامه بیاییم ببینیم که مشخصات و خصوصیات هر بخش کدام است. مثلا مایع پلازما چی هست و از چی ساخته شده؟ پلازما در حقیقت یک مایع زرد رنگ یا کاهی رنگ هست، زرد کاهی به اصطلاح، یک زرد کم رنگ هست و همونطور که گفتیم 55% کل خون انسان را این مایع کاهی یا زرد کم رنگ تشکیل میده. دارای مواد منحله غذایی در خودش هست، عمدترین اینها قندها هست، پروتئین ها هست، چرم ها، ویتامین ها و هورمون ها و همچنین گازات تنفسی که شامل کاربن دی اکساید و اکسیژن باشه که البته مواد معدنی اینها را میتونیم بهش اضافه بکنیم. اما کرویات سرخ که بخش جامد خون هست دارای چه ویژگی های عمومی است؟ مجموعا بخش جامد خون 45% کل خون احتوا میکنه که کرویات سرخ بخش عمدهش تشکیل میده و همچنین کرویات سفید و صفحات دمویه. موضوع دیگه که حالا جزئیات بیشتر شما در صنف بالاتر خود خواندین، میایم در رابطه با گروپ خون که در گوش همه شما شاگرده حتما خورده. گروپ خون چی هست؟ ببینین خون انسان دارای مواد خاص و در روی قشهای کرویات سرخ خودش هست که بر اساس این مواد ما 4 گروپ خونی میتونیم داشته باشیم. گروپ خونی در انسان 4 نوع هست. گروپ خونی A هست، گروپ خونی B هست، گروپ خونی AB هست و گروپ خونی O هست. 4 نوع گروپ خونی در انسان ما داریم که در حقیقت بر اساس موجودیت 2 نوع انتیجن اصطلاحا میگیم، انتیجن A و B، این دوتا را ما انتیجن نام میگذاریم که در بعضی از افراد فقط انتیجن A هست در قشای کرویات سرخشان، در بعضی از افراد فقط انتیجن B یا ماده B هست در کرویات سرخ خونشان، در بعضی از افراد هر دوتا با هم میباشن که AB نام دارن و در بعضی از افراد هیچ کدام از این دو نوع انتیجن A و B موجود نمیباشن و در نتیجه گروپ میگیم گروپ خونی O. خب در بحث انتقال خون، گروپ خون باید در نظر گرفته شود. البته ما علاوه بر این دو انتیجن A و B که گروپ خونی چهارگانه را، گروپ های خونی چهارگانه را ایجاد میکنه، یک نوع انتیجن دیگه هم داریم که اصلا اون نوع انتیجن را میگیم انتیجن RH یا فاکتور RH. فاکتور RH خودش یک نوع انتیجن دیگه هست که در بحث انتقال خون هم نامی یا هم گروپی باید در نظر گرفته شود و علاوه بر او دارای عرض کنیم که فاکتور آرش هم در نظر گرفته شود. از نظر فاکتور RH انسان ها 2 دسته هستند، یا فاکتور RH مثبت هستند یا RH منفی هستند. یعنی چی RH مثبت یا RH منفی؟ RH مثبت یعنی افرادی هستند که دارای این فاکتور هستند، این آنتیجن را بر قشهای کرویات سرخ خودشان دارن، و فاکتور RH منفی یعنی این آنتیجن را ندارن. خود RH را که در حقیقت از یک نوع شادی به نام ریزوس اولین بار شناخته شده و گرفته شده، این RH را در خودشان نمی داشته باشن. خب پس در وقت انتقال خون از یک شخص به شخص دیگه 2 چیز در نظر گرفتن بشه. یک، هم گروپی، یعنی گروپ های خون هم نام باشن. مثلا شما نمیتونید از یک فردی که گروپ خونی A داره
با یک فردی که گروه خونی B داره خون اینا رو با هم دیگه انتقال بدیم. این کار باعث مرگ انسانی که داره که خون میگیره میشه. لذا باید همواره مثلا گروه ها در نظر گرفته شوند در انتقال خون و علاوه بر گروه ها فاکتور RH هم در نظر گرفته میشه که اگر فرد گیرنده دارای RH مثبت باشه باید در هنگام انتقال خون حالا از هم از RH منفی و مثبت داده میشه. اما اگر فرد که دارای RH منفی باشه، اینجا حساسیت داره، فرد که دارای RH منفی است نباید از فردی که دارای RH مثبت هست خون بگیره، که خب در صنوف بالاتر انشاءالله جزئیات این موضوع را شما شاگرد عزیز خواهد خواندین. خب بخش دیگه از سیستم دوران خون رگ‌های خونی هستند که انواع مختلف دارن و هر کدامشان وظیفه خاصی را بر دوش دارن. من این را پاک کنم تو برای شما در رابطه با رگ‌ها توضیحات را شروع بکنیم. رگ‌ها سه نوع هستند در بدن انسان که این سه نوع عبارت است از شریان‌ها، وریدها و مویرگ یا عروق هم به اینا میگن، عروق خونی. اینها انواع رگ در بدن انسان هستند که هر کدامشان وظیفه خاصی داره. اما شریان‌ها یا آرتریز که نام انگلیسیش آرتریز باشه، اینها رگ‌هایی هستند که از قلب برآمدن و خون را از قلب خارج می‌کنن. در تعریف شریان میگیم هر رگی که خون را از قلب خارج بکنه و به بدن انتقال بده، اینا رو میگیم شریان‌ها، که معمولاً شریان‌ها همیشه دارای خون صاف هستند. خون صاف یعنی چی؟ یعنی خونی که دارای اکسیژن کافی و مواد غذایی کافی هست. و خون ناصاف در مقابلش به خون گفته میشه که از انساج برگشته، در داخل وریدها خون ناصاف هست و در داخل انجمن شکاری بسیار خوب میشه. شریان ها همیشه حاوی خون صاف میباشن. یک استثناء داره، به استثنای شریان ریوی نشان میکنیم، به استثنای شریان ریوی. شریان ریوی در حقیقت همون شریانی هست که از بطن راست، از بطن راست قلب، که قلب دارای دو بطن و دو دهلیز هست، برای شما میگیم دو دهلیز در بالا و دو بطن در پایین، خون وقتی از بدن برمیگرده خون ناصاف گفته میشه که توسط وریدها میاد. پس وریدها حاوی خون ناصاف هستند. فرق خون صاف و ناصاف گفتیم دیگه است که خون صاف اکسیژن کافی و مواد غذایی داره، ولی خون ناصاف خون است که از انساج برگشته و دارای کاربن دی اکساید بالا و اکسیژن کم هست و به همین خاطر صاف و ناصاف بهشان میگیم. خب تمام شریان های بدن دارای خون صاف هستند، همون رگ هایی که از قلب خون را خارج میکنن به اینها شریان میگیم. تمام اینها دارای خون صاف هستند به استثنای شریان ریوی، که شریان ریوی در حقیقت دارای خون ناصاف هست، به دلیل ای که وقتی خون از کل بدن میآید به دهلیز راست و بعد از دهلیز راست به بطن راست میآید، بطن راست خون را پمپ میکنه به سمت ششها تا اونجا تبادل گازات صورت بگیره، یعنی خون اکسیژن را بگیره از شش، از هوای داخل کیسه های هوایی، و کاربن دی اکساید را بته به کیسه های هوایی تا در اثر عملی بازدم خارج شوند. در اینجا این خونی که از قلب پمپ میشه از داخل بطن راست میره به سمت ششها، در حقیقت خون است. ما گفتیم شریان هر رگی که خون را از قلب خارج بکنه، پس یک شریان هست، شریان ریوی هست. اما تمام شریان ها خون صاف دارن، به استثنای شریان ریوی که خون ناصاف را که حاوی کاربن دی اکساید زیاد هست منتقل میکنه به سمت ششها. خب در قسمت شریان ها این نکته هم بگیم که معمولا شریان ها دارای جدار یا دیواره بسیار ضخیم هستند، به خاطر از اینکه بتونن با شدت بیشتر و با قدرت بیشتر خون را که از قلب پمپ شده به تمام بدن برسانن، و در قسمت های عمیق تر نسبت به سطح بدن اینها وجود دارن، مثلا هیچ وقت در سطح نیستن، در عمق بیشتر از پوست و گوشت ما هستن، و این وریده ها هستن که معمولا موقعیت سطحی تر دارن. یعنی شما وقتی دستان اصل میکنین رگ ها رو میبینین، این رگ ها وریده هستن و شریان ها معمولا در عمق بیشتر قرار دارن. خب وریده ها رو هم مختصر براتون عرض بکنیم که برعکس شریان ها که گفتیم هر رگی که خون را از قلب خارج کنه شریان هست، وریده ها برعکس است. هر رگی که خون را به قلب ببره، خون ها رو از بدن جمع کنه ببره به سمت قلب، اینها رو ما ورید میگیم. همه وریدها خون ناصاف دارن چون از انساج برگشتن، یعنی کاربن دی اکساید زیاد دارن و
باز اینجا که استثناء داریم، تمام وریدها داره خون ناصاف هستن به استثنای ورید ریوی. ورید ریوی به کدام ورید گفته میشه؟ به همون وریده که شریان ریوی خون رو برد به سمت شش، تبادله گازا صورت گرفت، خون کاربون دای اکساید داد، اکسیژن گرفت، حال شده خون صاف. ورید ریوی باعث میشه که این خون صاف برگرده و کجا؟ بعد دهلیز چپ قلب ما. و چون خون رو به سمت قلب آورده ورید نام داره، و اما برخلاف تمام وریدهای دیگر خون صاف می داشته باشه، چون تبادله گازات کرده و خون اکسیژن دار در حقیقت وارد دهلیز چپ بدن ما، دهلیز چپ قلب میکنه. خب بیشتر وریدها یک خاصیت دارن که در طول مسیر خودشان دارای دریچه ها یا والو ها هستن که از برگشت خون به سمت عقب جلوگیری میکنن این والو ها یا دریچه ها. آخرین هم براتون بگیم که مویرک ها باشن یا شریان ها، مویرک ها خودشان انواع دیگری دارن که حالا فکر میکنیم فرصت کم هست و انشاءالله در درس آینده در مورد مویرک ها که نوع سوم رگ ها باشن برای شما توضیحات خواهد دادم. کار خانگی شما شاگرد عزیز ای است که متن کتابتان را که در رابطه با سیستم دوران خون هست به دقت مطالعه بکنین، در یک محیط آرام بنشینین و بخوانین، و همچنین سوالات مربوط به سیستم دوران خون را که در آخر فصل کتاب آمده حتما پاسخ بدین. برای شما آرزوی موفقیت دارم. تا دیدار آینده خداحافظ همه شما.